از سلب صلاحیت وزیر داخله در مجلس نمایندگان تا اتهام قاچاق بر 72 نماینده مجلس. محترم مشتبه پتنگ با اخذ 136 رأی رد سلب اعتماد شدند. حدود ممکن 72 نفر غاصبی زمین در پارلمان وجود داشته باشد، جاسوسای ISI در اونجا وجود داشته باشد. اما ریاست جمهوری این فیصله مجلس نمایندگان را نمیپذیرد. ناامیدی شورای عالی صلح از نتیجه سفر مشاور نخست وزیر پاکستان به کابل. به نام خداوند بزرگ، درود بر شما. به برنامه خبری این ساعت ما خوش آمدید. امروز دوشنبه 31 سرطان سال 1392 خورشیدی برابر است با 22 جولای 2013 میلادی. من فواد امان هستم. مجتبی پتنگ وزیر داخله از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شد. افزایش ادامه ناامنی ها و حضور پیدا نکردن آقای پتنگ به پارلمان از دلایل اصلی رد صلاحیت دانسته شده است. وزیر داخله با گرفتن 136 رأی رد و 60 رأی تایید مقام وزارت را از دست داد. اما آقای پتنگ مداخله حلقات مافیایی در داخل حکومت را سبب مزاحمت کاریش میداند و همچنان میگوید که یکی از معین های وزارت داخله شب گذشته برای تقررش به جای او به مجلس نمایندگان پول توزیع کرده است. جنجال ها و سر استیضای وزیر داخله هم به جای نرسید. پس از ماها تاخیر، انتقاد ها و تاکید رئیس جمهور کرزی، امروز مجتبی پتنگ به مجلس برای استیضا حاضر شد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان وزیر داخله را متهم به ناکارایی و نقض قانون اساسی کردند. در ولایت بغلان یک گروه کوچکی از اوباشا و اراذیل که تعدادشان به 3-4 نفر زیاد نمی رسید، دو دختر معصومی وطن به یک کو بردن و یکیش به اثر مقاومت شهید شد و یک دختر 12 ساله 25 روز در یک کو توسط اوباشان نگهداری شد. قبلا وزرایی که به استعزا می رفت حداقل یک هفته تا 10 روز برای اونا فرصت می دادیم. دلار و پوکدو که دی پولیس و دی پستول خواه دروران زورول کیگی، لوٹ کیگی، مالونه چور کیگی. اما وزیر داخله میگوید مافیایی در داخل حکومت مانع کاری او میشوند. نه تنها وزارت امور داخله در گروگان گرگاست، بلکه تمام دولت ما در گروگان گرگاست. بیاین که همی خانه ملت یک تعهد بسپاریم، یک دست هم آهنگی بتیم تا علیه ازی گرگا منسجمان کار بکنیم و ای را گم بکنیم. اگر شما مرا تخریب میکنین، ما شما را تخریب بکنم. نه گرگا را از بین برده میتانیم و نه علیه گرگا کار کرده میتانیم. او میگوید یکی از معینانش همزمان با تر استیضای او برای برخی اعضای مجلس نمایندگان پول توزیع کرده است. کدام قماندانی که از کو پایین شده بود و بالاخره 50,000 دلار گرفته بود، یکی از معین صاحبای ما امکان داره که معین صاحبای ما گرفته باشه. حتی بعضی معین صاحبای ما امروز در کمپاین ما شامل بود، پول توزیع میکرد که وزیر داخله اگر استیضا شود جایش ما بگیرم. دهی شک نیستم. امشب هم توزیع میکرد که جایش بگیرم. اما گفته های وزیر داخله قناعت بیشتر اعضای مجلس نمایندگان را فراهم نکرد و برای تایید رد او صندوق گذاشتند که سرانجام با 136 رأی تایید و 60 رأی رد از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شد. محترم مشتبه پتنگ با اخذ 136 رأی رد سلب اعتماد شدند. وزیر داخله تاکید میکند که در جریان 6 ماه نخست ماموریتش دست کم 60 بار از سوی مجلس نمایندگان به این مجلس فرا خوانده شده بود. آقای پتنگ همچنان افزود که بیشتر کاروانهای بازرگانان در شهرهای کشور توسط طالبان به دستور مالکان شرکت‌های امنیتی خصوصی به آتش کشیده می‌شوند و نهادهای امنیتی خصوصی نیز در پی از بین بردن معینت محافظت عامه وزارت داخله هستند. اما وزیر داخله در واکنش به این کار مجلس نمایندگان میگوید که 72 نماینده مجلس در غصب زمین دست دارند، جاسوس ISI و دیگر سازمان ها اند و قاچاق مواد مخدر میکنند. با گفته مجتبی پتنگ سلب صلاحیتش یک توطئه سیاسی بوده که در عقب آن مافیای حکومتی، مافیای پارلمانی و کمپانی های خصوصی دست داشتند. او نمایندگان مردم را به دخالت در کارهایش متهم کرده و میگوید که از میان 15,000 عریضه نمایندگان مجلس بیش از 11,000 آن برای تثبیت رتبه بوده است.
میگویند هر عملی عکس العمل دارد. تا هنوز وزیر داخله اینقدر خشمگین با رسانه ها صحبت نکرده بود. او خیلی از دست نمایندگان مجلس و از فیصله امروزی آنها درد داشت. او میگوید 72 وکیل غاصب زمینند، جاسوسند و در قاچاق مواد مخدر دست دارند و همین افراد به دلیل نگرانیشان بر علیه او توطئه کردند. افشا میکنم که حدود ممکن 72 نفر غاصبین زمین در پارلمان وجود داشته باشه، جاسوس های آیس آی در اونجا وجود داشته باشه، مافیای مواد مخدر. آره سی تو مرم بکسی مرم یک کمک ترا یک شرط کوتا. ما سی دی رو برات نشان میتم که قاچاق مواد مخدر رهبری شده از پارلمان تا نایجیریا، ولی او رو افشا نمیکنم. چرا؟ اوز صفحه کشف ماست. مشتبه پتنگ میگوید 430 فرمانده پلیس ولسوالی، مدیر جنایی، مدیر مبارزه با مواد مخدر و مدیر ترافیک را نمایندگان به خاطر رونق گرفتن قاچاق و کارهای غیر مسئولانه ایشان به زور تبدیل و مقرر کردند. او میگوید نمایندگان جواز 3002 میل اسلحه را برای افراد مختلف گرفتند که همه آنها در ناامن ساختن کشور دست دارند و بیشتر جرایم توسط همین افراد انجام میشود. او گفت 93 قاچاقبر مواد مخدر توسط نمایندگان از این زندان به زندان دیگر تغییر و تبدیل شدند. شما میگین که بدم نیست، اسلحه جمع نمیشه، افراد غیر مسئول در کشور در افغانستان در ولایت وجود دارد، ولی وکلا صاحبای محترم ما 3002 میل اسلحه را بر افراد و اشخاص مختلف با عنوان تاجر و کمپانی و غیره و غیره و غیره و غیره امر گرفته که خودش باعث بی‌ثباتی، باعث بدامنی در تمام کشورهای ولایت در ولایت کشور ما شده. هرچند او از هیچ فرد نام نبرد، اما گفت 46 موتر رنجر وزارت داخله، 1533 سرباز پلیس، 254 میل اسلحه غیرقانونی و 51 تفنگچه غیرقانونی وزارت در اختیار نمایندگان است که او نمی‌داند از آنها در کجا و چگونه استفاده می‌شود. او گفت نمایندگان جواز 84 اراده موتر زیرهی را گرفته و به دیگران فروختند. وزیر سلب صلاحیت شده خشمگین می‌گوید تا زمانی که نمایندگان پاسخ این همه اتهام‌های او را ندهد، او همچنان وزیر خواهد بود و فیصله این نمایندگان برایش اهمیت ندارد. فیصله پارلمان اهمیت میکنه؟ حتی اگر جواب مرا داده تا نیست، بله، اگر همی تو جواب داد برای من نروار جواب بده. اگر نداره دوست شما هم گفتم نروار جواب بده، دوسیش هم ما میکشم، ما میشینم در خانه، او میره در ما بس میشینه. او میگوید به خدمتش ادامه میدهد اگر رئیس جمهور و دادگاه عالی هر حکمی را صادر کند با آن عمل خواهد کرد. او میگوید به دادگاه میرود و از حیثیت خود دفاع میکند. اما ریاست جمهوری فیصله مجلس نمایندگان درباره رد صلاحیت وزیر داخله را نمیپذیرد و این موضوع را به دادگاه عالی ارائه کرده است. ریاست جمهوری با نشر خبرنامه میگوید که رئیس جمهور کرده استیضاح و دادن رأی اعتماد را حق مجلس نمایندگان میداند، اما میگوید که سلب اعتماد وزیر باید به دلایل مؤجل صورت گیرد. در خبرنامه همچنان گفته شده تا زمانی که دادگاه عالی نظر خود را درباره این تصمیم مجلس نمایندگان ارائه نکند، مشتبه پتنگ هم چنان به حیث سرپرست وزیر داخله ایفا خواهد کرد. قانون توشیح شده انتخابات ریاست جمهوری با فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی تفاوت زیاد دارد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در تطبیق قانون انتخابات مشکل جدی در برابر خود ندارد. از سوی هم نهادهای جامعه مدنی برای شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهان گزینش افراد بی‌طرف در کمیسیون مستقل انتخابات میباشد. با گذشت هر روز بازار انتخابات ریاست جمهوری در کشور گرم تر می شود. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در تطبیق قانون تازه انتخابات که از لحاظ روانی برای انجام شفافیت انتخابات امید تازه دانسته می شود، مشکل ندارد. اما تاکید می کند که این قانون تازه با فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی که انتخابات گذشته ریاست جمهوری بر بنیاد آن برگزار شده است، تفاوت زیاد ندارد. تغییرات زیاد صورت نگرفته. یعنی عموم مکانیزمایی که در فرمان تقنی برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود، این قانون هم عموم مکانیزما و عموم اوصاف در نظر گرفته شده. در اینجا شماری از نهادهای مدنی گرد آمدند و نادر نادری را به حیث نماینده نهادهای جامعه مدنی در کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کردند.
آنان تاکید میکنند که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات باید از افراد بی‌طرف برگزیده شوند. برای برگزاری یک انتخابات سالم و با اعتبار که نتایجش هم برای گروه‌های سیاسی و هم برای مردم افغانستان قابل قبول باشه، باید در رأس کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی افراد قرار بگیرن که هم مستقل باشن، هم کارآزموده باشن، هم تعهد به دموکراسی و روندهای دموکراتیک داشته باشن و هم وابسته نباشن. نهادهای مدنی شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری آینده را برای افغانستان بسیار مهم میدانند. مردم افغانستان هم راه دیگه جز انتخاب اینمی سیستم انتخابات دموکراتیک که متاسفانه در دو انتخابات گذشته یک مقدار لکدار شده، امیدوار هستم که دولت افغانستان و حکومت افغانستان به خصوص تصمیم بگیره که این بار انتخابات به صورت شفاف دایر بکنن و دوباره اعتماد از دست رفته مردم اعاده بکنن. نزدیک به 8 ماه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور باقی مانده است. قوانین انتخاباتی نهایی شده و در محافل سیاسی تلاش ها برای معرفی نامزدان در این انتخابات شدت یافته است. به نظر می رسد که شورای عالی صلح سفر مشاور نخست وزیر پاکستان به کابل به منظور کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح ناامید شده است. شورای عالی صلح می گوید که سیاست های پاکستان در برابر افغانستان از باورهای مردم و حکومت به این کشور کاسته است. از سوی هم شمار از احزاب سیاسی تاکید دارند زمان آن رسیده است تا با این کشور از موضع سیاست های جدی و فشارهای جامعه جهانی پاسخ داده شود. جزئیات از نظیفه محبوبی. کابل در حاله ای از ابهام سیاست های اسلام آباد. انتظار برای میزبانی مشاور نخست وزیر پاکستان و دیگرگونی این امیدها. ظاهرا آنچه کابل از این سفر نماینده پاکستان به کابل انتظار داشته است، به سود کابل نه، بل هدف های پاکستان را در برابر افغانستان به همراه داشته است. چنانچه شورای عالی صلح بار دیگر از سیاست های فریبکارانه این کشور در برابر افغانستان خشمگین شده است و تاکید می کند که سیاست های معلق این کشور در برابر افغانستان از باور مردم در برابر این کشور کاسته است. انتظار که شورای عالی صلح از این سفر داشت متمرکز بود بر ای که ما تنها به جملات خوشایند که تعاطی شوه اکتفا نکنیم. با پدید آمدن تنش ها میان کابل و واشنگتن گفته می شود که فرصتی برای سیاست های پاکستان در برابر افغانستان رنگ گرفته است. با این همه آنچه از سفر نماینده پاکستان به کابل انتظار می رفت ظاهرا هدف های سودجویانه این کشور بوده است. واکنش ها در برابر هدف های دو رنگ اسلام آباد پس از سفر مشاور نخست وزیر این کشور به کابل بالا گرفته است. آرزومندی های بیجا بود و آرزومندی ها و توقعات نادرست بود. امروز وقتی از او توقعات معیوز شدن به عنوان بدیل باید به ملت افغانستان و به مرجع اقتدار ملی باید مراجعه بکنن که تا در بحث جنگ و صلح در افغانستان تعریف جدیدی صورت بگیره. این بار احزاب سیاسی کشور هشدار می‌دهند که اکنون با این سیاست بازی‌های پاکستان در برابر افغانستان نیاز است تا جامعه جهانی با فشارهایش این کشور را به عملکرد صادقانه در برابر افغانستان وادارد. از اینکه برخوردهای رسانه‌ای تون داشته باشه مشکل حل نمیشه. باید یک گفتگوی جدی و یک دیپلماسی فعال در قبال پاکستان در پیش بگیره. پاکستان در این عرصه باید به تنگنا قرار بده تا اونا وادار شوند که همراه شوند در مبارزه با هراس افغانی و در آوردن صلح در افغانستان و منطقه. با باور احزاب اکنون که کلید گفتگوهای صلح افغانستان در دست پاکستان است و این کشور با تیره ساختن روابط کابل و واشنگتن و بیرون راندن کابل از محراق توجه ایالات متحده آمریکا می‌خواهد به هدف‌های دیرینه‌اش در افغانستان راه پیدا کند و اکنون گفتگوهای صلح افغانستان برای این کشور بهترین گزینه برای دستیابی به اهدافش است. دادستانی کل سید انور سازاد نماینده مردم سرپل را در پیوند به اظهارات اخیرش در مجلس نمایندگان احضار می کند. سخنگوی دادستانی کل به تلویزیون یک می گوید که اظهارات سید انور سازاد در مجلس نمایندگان مخالف ماده 81 قانون اساسی و اهانت به قوم است. سخنگوی دادستانی کل می گوید
که در نامه ای از مجلس نمایندگان خواسته است تا سید انور سادات را به منظور تحقیقات بیشتر به این نهاد حاضر سازد. اما آقای سادات میگوید که این اقدام دادستانی عقدایی است، به هیچ قوم توهین نکرده و به دادستانی هم حاضر نخواهد شد. لوی سالنوال جمهوری اسلامی افغانستان مکتوب به تحقیق کشانیدن آقای انور سادات وکیل پارلمان صادر ساختن تا اونا به لوی سالنوالی افغانستان حاضر شوند و موضوعات را که در جلسه علنی 26/4/13/92 در پارلمان ایراد داشتن باید به مردم افغانستان جوابگو باشند. ما در وجه هیچ گپ خلاف قانون نگفتیم، از حقوق مردم افغانستان دفاع کردیم و به هیچ قومی توهین صورت نگرفته. تماما اقدامندانه و بدون از اینکه قانون در نظر بگیرن تصمیم گرفته لوی سالنوالی. ما با سالنوالی حاضرم نمیشون و صلاحیت سالنوالی نیست که برای احضار بکنه. زمین لرزه در غرب چین دست کم 75 کشته و بیش از 200 زخمی بر جا گذاشت. مقام های مبارزه با حوادث طبیعی چین میگویند که این زمین لرزه با قدرت 6.6 درجه ریشتر سبب تخریب صدها خانه مسکونی در این کشور نیز شده است. مقام های پلیس چین میگویند که سیستم آب، برق و اینترنت هم در بخش های این کشور قطع شده است. پیش از این در سال 2008 میلادی زمین لرزه با قدرت نزدیک به 8 درجه ریشتر بخش های جنوب غرب چین را نیز تکان داده بود که بیش از 90 هزار نفر کشته، زخمی و ناپدید شدند. 18 شرکت وارداتی مواد اولیه از آغاز سال روان خورشیدی به این سو به دادستانی کل معرفی شدند. مسئولان کمیسیون توسعه رقابت و حمایت مستهلکین وزارت تجارت و صنایع در دور سوم نظارت و گردآوری مواد بیکیفیت در مندوی شهر کابل مواد 6 دکان را قرنطین و مالکان آن را به دادستانی کل معرفی کردند. مسئولان کمیسیون توسعه رقابت و حمایت مستهلکین وزارت تجارت و صنایع در دور سوم کمپاین جمع‌آوری مواد غذایی بدون کیفیت 6 دکان روغن فروشی را در مندوی باغ قاضی شهر کابل قرنطین و مالکان آن را به دادستانی معرفی کردند. در این کمپاین از شمار مواد غذایی عمدتا روغن نمونه برداری شد. اسناد را که ما پیدا کردیم تقریبا زیاده از کمپانی و لوی سالنوالی محترم معرفی شدن که من کارایشم جریان دارم موضوعات بررسی تحقیق شد. این دکاندارا بر ما یک ذریعه است. ما توسط این دکاندارا منبع اساسی زیر پیدا میکنیم. منبع اساسی زیر تایپ پیدا کردیم، به اساس منبع اساسی اسناد گمرکی زیر پیدا بر ما میده. اسناد گمرکی زیر داد ما اسناد گمرکی زیر به وزارت مالیه محترم، به وزارت صحت عامه محترم روان میکنیم که آیا اسناد گمرکی داره، آیا تاییدی صحت عامه می باشه یا نه. با گفته مسئولان این کمیسیون بیشتر این مواد به گونه قاچاق از پاکستان وارد افغانستان می شود. پلیس کابل از کشف و به دست آوردن ده‌ها کیلوگرم مواد انفجاری و صدها لیتر شراب خبر می‌دهد. رئیس بررسی‌های جنایی فرماندهی پلیس کابل می‌گوید که این مواد در نتیجه عملیات نیروهای پلیس در ناحیه‌های 8 و 13 شهر کابل به دست آمده و ستن در پیوند به آن نیز بازداشت شدند. همچنان گفته می‌شود که در جریان ماه مبارک رمضان بیش از 80 تن به اتهام بیش از 50 مورد دزدی در شهر کابل بازداشت شدند. حزب لیبرال دموکرات ژاپن با به دست آوردن 86 کرسی از 121 کرسی در مجلس سنا برنده شد. حزب لیبرال دموکرات ژاپن با رهبری نخست وزیر کنونی با این پیروزی میتواند بر مبنای اصلاحات اقتصادی یک دولت باثبات را تشکیل دهد. برنامه خبری این ساعت ما در همین جا به پایان رسید. از توجهتان سپاس. اما برنامه رسم عاشقی همچنان ادامه دارد.